والا بفرما. سلام بابا. گلدون کجا میبری؟ داریم فرار میکنیم. گلدون مامان بیاتفه. میخوان یخچال جهیزیه مامانم بزنیم رو کولمون با خودمون ببریم؟ روشم زیاده. فکرشو بکن، مگه دانشجو بودم الان بعد درسم رو ول می‌کردم فرار می‌کردم؟ حالا که نیستی. میتونستم باشم. درسم که خوب بود نبود. اگه درست تعیین رشته کرده بودم الان دانشجو بودم. اون وقت بعد فرار می‌کردم فقط به خاطر تو. انداخته تو باغچه. آقای سی کجاست؟ اونه رفیقش بلبلیه. سر رو سوارش می‌کنیم میریم. بهش گفتی؟ نه. معلومه که من جرأتشو ندارم. سوار شد تو ماشین بهش بگو. من برای چی بگم؟ من بگم. برای که این بیمسئولیته، واسه که بیملاحظه است. گیر دادی ها. اگه من به احمد پسر خاله نیره اینا بله گفته بودم چی؟ چی؟ هیچی. الان بعد خونه و زندگی شوهر و همه چی رو ول می‌کردم، دنبال شما دوتا راه می‌افتادم تو کوه و دشت و بیابون. به این چیزا فکر می‌کنی؟ احمد خاله نیره خیلی هم بچه باحالیه، شوخ‌طبعم هست، با خودمون می‌بردیمش خیلی هم حال می‌کردیم. بری گم شه، انقدر برام میاد ازش نکبت. صحبت سر اینه که داوود تو فقط به فکر خودتی، فقط به فکر خودتی، بقیه هم کشک. اگه من بچه داشتم چی؟ بی خیال اینو. بی خیال؟ بچه منو بی خیال؟ تو اصلا میدونی با یه بچه کوچیک تو دیار غربت ویلون و سیلون گشتن یعنی چی؟ کی میخواد جواب آیدین کوچولو بیگناه منو بده؟ آیدین کوچولو؟ آره. اسم قشنگیه این آیدین. کسی نظرتون نخواست؟ اصلا با اسبانی همه بدبختیه ما توی. بله قبول دارم. پس قبول داری؟ بله قبول دارم. بله همه این تقصیر رو گردن منه، قبول دارم. دیدی خواهر گلم داش گلت هیچ کار است؟ رئیس کل قاچاقچی ها اینه. اصلا قبول داشتن قبول نداشتن تو به چه درد من میخوره؟ خجالت هم نمیکشه. اتفاقا در همین مورد اومدم با تون صحبت کنم. من میخوام برم با مهندس صحبت کنم. ممنونم. ممنونم که موجبات خنده و شادی ما رو حتی هنگام فرارم فراهم میکنیم. فکر کردم که میخوام برم چه مهندس. آره میخوام برم پیش مهندس. اردلان جونم خیلی آقایی تو کردم بعد چند دادش میخیام ما همه این بازی ها کی آقا بشیم به بازی ها داریم داشته کنم مرمونه دارم ماشین رو پارک کردم زنگ میزنم بیا برش دار همون دورو برای ترمینال جنوبه دیگه باشه اردلان موضع خود باش گلم مرمونه دارم چه خبری؟ به تو چم فریبا فریبا چوهی داشتم دوباره سشوار میشه سشوارم سشوار میشه سشوار همیشه لازم میشه بریم اردی نوی کردم بلوتوسم 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 برو من ماچ خدا تو کردم مواظب باشیم گفتم شما چرا جوابگیر میشه آقا حسین؟ آفرین بخونم بس جوابگیر شدن نیست. شما که نباید چوب مشکلات منو بخورید. یعنی چی اون وقت؟ مثلا میخوای بری به مهندس چی بگی؟ بگی من حافظه‌مو از دست دادم اونم میگه آخه گوگولی مگولی. آره؟ آره تو این مدت شما هم خودتونو گمگور کنید تا ببینیم چی میشه بالاخره. میکشتت بدبخت. مهندس رو نشناختی حالا خوبه دیدیش؟ راست میگه داوود. آقا حسین که وقت آرتیست بازی نیستش که. بیا فرار میکنیم میریم نیشابور. نیشابور؟ آره. حالا یک کاره چرا نیشابون؟ من کجا؟ چه میدونم؟ میریم آبادان برزیلته آبادان؟ این وقت سال دیوونه ای؟
میریم نیشابور پیش فرشته اینا. صد دفعه نگفتم اسم این فرشته رو جلو من نیار، بدم میاد ازش. ای چطور اون شبایی که واسه شعر میگفتی گریه میکردی؟ نم خیلی واسه شعر. بسه جلو هر کس رو باش. سلام بر همگی. به به سلام کریم ابرو خفن. چه شمایی؟ حالا چطوره؟ خوبی؟ خانواده خوبن؟ مهندس خوبه؟ وای وای سگ نازش چطوره؟ اون که دست شما رو میبوسه. روی ماهشو ببوس. حالا کجا داشتین تشریف میبردین؟ من داشتم میمدم پیش مهندس. با این بند و بسا؟ به اون قناری؟ قناریمون مریضه، داری میبریمش دکتر. چشه؟ تفلک رفته تو لک نمیخونه، کل خانواده نگرانشی. ببینم خوند. بابا دمت گرم، تو که خودت یه پا دکتری، دستت درد نکنه. خب دیگه پس بریم با این زد. بله قرار نبود داریم پیش مهندس. قرار شد من بیام پیش مهندس، بچه شما برید خونه. ناصر این کار نکن، خیلی خطرناکه. لازم نکرده، همه با همین. شما با این ماشین میان، خانم با ما میان. آقا میگم من دارم میام. نمیخواد. آقای محترمه. میگم نمیخواد. آقا خانم چرا داره میگم بریم؟ منم تو بشین. آقا جان اون طرف حسابش منه. کریم کریم میخوای من بیام؟ لازم نکرده، بیا. بریم. قاطی کردم بابا، بشین. آقا طرف حساب اون منم. گفت دختره بیاد دیگه. درو واکن، درو واکن، درو واکن. باکن ببخشین انگار گیر کردی. نمیشنوم. باکن میگم. درو چه برو دیگه. درو خفه شو. با تو نیستم خواهر گلم، با قناریم. برو داوود برو. بلم نکن، بلم نکن. دور بزن داوود. ناصر دوترجان چجوری میزنه؟ غلط نیستی؟ سایه نکن توی ما بیاد خواهر من. باید دستیره بکشی فرمونه بشکنی. به همین سادگی؟ آره. محکم بشینی. ننگار تو به من ننگار. هیچی با قناریم. دستیره بکش. سلام میدون داری بکش. نکنه برو سود باش. تو چجوری این کارو کردی؟ نمیدونم. داوود داره میاد. داوود برو گازشو بگیر. رسیدم به امون. داوود رسیدم. بپیش تو کوچه بپیش. رفت بشین این که رفتم. موازه باش. یارواش رسیدم به امون. داوود سرد باش. سرد باش. بزن کنار گممون کرد. بریم. چیه؟ اینا بودن؟ نه بود، یه پرادی بود. اینا صفت مرد بودن. پس اینا کی هم؟ نمیدونم. آقا شما تو خونه ما چی کار میکنی؟ ببخشید منزل آقای جمالی نیست نه؟ نه. بله گفتم بابا کوچه رو اشتباه اومدی. ای بابا حواست کجاست؟ گیجم من دیونم. عاشقه. ای پدر نامرد عاشقی بسوزه. ناصر جان دوست خوب عزیزم،
در رو واکن. میخوام ازدواج کنم. کجا آقا تشریف بیارید؟ تشریف بیارید. وای دردی مخصوصی مردم شد میخواییم بذارید برید. تشریف بیارید پایین لطفا. تشریف بیارید. ما فقط اشتباه اومدیم همین. مدارک لطفا. چشم مدارک هم میدم خدمتون الان. بفرمایید. دختره رو میخواد بگیره بهش نمیدن. اتومبیل 206 شماره 37074 ایران پنجم پنج چک میشه. متشکرم. مردم مثلا صندوقو بزنید. صندوق بازه جام سمون. آقا مردم خیلی پرتوقع شدن. آقا همینطور شرط و شروط میذارن. باور کنید. این آقا رو میبینی؟ تازه دکتراشو گرفت. الان دنبال مذهبه. ولی خب میگن باید خونه داشته باشه، ماشین داشته باشه، ویلا داشت. آقا اصلا شما موقع ازدواج جام سمون شما اصلا خونه داشتی؟ نه ماشین داشت. آقا شما خونه ماشین داشتی؟ نه بابا ما الانش هم نداریم. بفرمایید. بس شما نداریم. شما از اینا شکایتی نداری؟ نه بابا برم به سلامت. بفرمایید. موظف هم باشید. مشکلی نیست دیگه میتونید. نه بفرمایید. من مشکلی هست تا کلانتری من در خدمتتون باشم. بی تار. لطفاً. بفرمایید. عزتتون ببخشید. به سلامت. خوش اومدید. خب شما فرمودین که یه پراید بود و سه تا مرد بودن. نه چهار تا مرد بودن. خانم شما که فرمودین سه تا مرد بودن. آخه من اون موقع هول بودم ندونستم گیج شدم. سب کن نزن. فکراتونو کردین؟ خجالت بکشتا بود. بزن آقا بزن. جهنم. سب کن نزن. ببین من که نمیگم مردونیم واسه خودمون، من میگم پسش میدیم دیگه. داوود 65 میلیون رو چه جوری میخوای جور کنی پس بدی؟ چی میدونم، یه کاریش میکنیم دیگه. فقط مسئله مهم اینه که مهندس نکشتمون. این خیلی مسئله مهمیه. داوود چی داری میگی؟ ما به مهندس 200 میلیون بدهکاریم. معلوم نیست این 65 میلیون رو بهش بدیم ما رو زنده بذاره یا نه. بعدش هم این پولا خوردن نداره که. بزن آقا بزن. با عجب آدمای با اخلاقی زندگی می‌کردیم خودمون خبر نداشتیم. بزن. سب کن نزن. ببین داوود تو خودتو بکشی، من این پولو میدم به این خانومه. بابا من نمیگم نده که، بده. من میگم یه 7-8-15 میلیون شما خودمون بردین بعد پسش میدین. داوود خجالت بکش. داوود باشه خجالت میکشم. بزن آقا بزن. نزنی خودم یا میزنم. بزن. سب کن. ببین یه مسئله مهمو شما یادتون رفته، ما داریم میریم برزیلت آبودانا. نیشابور. حالا همون جایی که تو میگی. معلوم نیست تا چند وقت آواره و سرگردون و ویلون و سیلون میشیم. ها اوضاع پولی هم که مساعد نیست. تو پول داری؟ نه خیر. تو پول داری؟ منم که هیچ وقت پول نداشتم. هرچی هم دارم اینه بده دادم رفتم اون شد. ها پسش میدیم همش 10 میلیون. 5 تا. آقا ناصرین حالا درسته مخصو کلش نیست، ولی خیلی هم پرز نمیگه. ما داریم فرار میکنیم، یه قرون پول هم نداریم که گیر میافتیم. ببین 5 تا. فقط 5 تا. 5 تا تصویب شد. ولی پسش میدیم ها. باشه حالا که قرار پس بدیم 2 تومن دیگه مر میدارم. خیلی خوب بده من یه 5 تا. بده من 5 تا کمه. خیلی خوب بزن. بزن. سب کن. عادی باش. چه خبره؟ ببین چقدر عصبانی هستی؟ نمیخواد آقا. بیا برون. نمیخواد. تو یه آدم غریبه میبینی هول میشی. همه چی خراب میکنی. واسه تماشا کن نگاه کن. بله. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ سلام. ببخشید منزله کی بود فامیلیشون؟ اسمش مظفری، اینجا خونه پدرزنشه. بله معذرت میخوام، خیلی شرمنده. ببخشید منزله آقای پدرزن آقای مظفری؟ بفرمایید. ناصر جان یه لحظه. دوست خوبم ناصر جان. ناصر از زبان ناصر جان ادامه ماجرا.
سلام علیکم، ببخشید مزاحمتون شدیم. ما یه امانتی داریم که میخواستیم بدیم به خانم مظفری. تشریف دارن؟ آفرین. بله خودم هستم. خب پس محبت بفرمایید تشریف بیاریم پایین برای گرفتن امانتی. یه چند لحظه اجازه بدین لطفاً. بله بله. میخوای تا نیامده دعتش کنم؟ خیلی خوب باشه، همون 5 تا. آرام یاس، هیچ سلام. سلام علیکم. حال شما خوب هستین؟ ببخشید که معطل شدین. بفرمایید داخل. چه نازه، اسمش چیه؟ آرتینا. وای وای وای، آرتینای من کوچاخه. ببخشید فرا خودش رفته سفر ها؟ بله مادر جریان هست. کوچولو آرتینا، عمو میخوای گنجشکمو بیارم برات با آواز بخونه؟ میارم. ببخشید این امانتی تقدیم شد. این چقدره؟ این 60 تومن. خب این همه پولو از کجا آورده؟ مال یکی از دوستان آقای مظفری بود که خوشبختانه وصول شد. از همون امیرپور نامرد، نه؟ بله مال ایشون. ولی چطوری؟ خب اون که زده بود زیر بدهیش. اتفاقا آره خیلی هم مقاومت کرد، اما دید تش ممکنه کار به چک و چکاری برسه، دیگه راه اومد. اما چون میخوای بگم مصد بخونه؟ مشکا؟ حالا لال شد. من واقعا ازتون ممنونم. خواهش میکنم که کار نکردین. میدونین آخه من عذر میخوام ازتون، این مدت خیلی به من سخت گذشت. با این بچه خونه پدر مادرم سخت بود، ولی حالا با لطف شما میتونم با این پول برم سر خونه زندگی. خب خدا رو شکر که مشکلات به پایان رسید. ببخشید من انقدر ذوق زده شدم فراموش کردم تعارفتون کنم. بفرمایید تو رو خود. خیلی ممنون، دیگه مزاحم نمیشین. دیگه مزاحم نمیشین. اینجوری که بد شد، معذرت. نه دیگه، حالا ان شاء الله دفعه بعدی. خیلی متشکرم، موفق. خدافظ. من می‌خواستم با آرتینا بازی کنم. بریم. بازی دوست بریم. خدمت شما. بگم اونجا این چیه؟ این یه بدهی بود از قبل به جناب آقای همسر داشتم، اینه که دیگه تا اینجا اومدم گفتم. وای من نمیدونم چطوری از شما تشکر کنم. اما قربونش برم من اینو بودم. عمو داوود یادت نره. بای بای. بای جزه. خداحافظ. خدا نگهدار. اینجوری نگام نکنین، مسئله کاملا شخصیه. خیلی دلم بچه میخواد. میفهمی چی میگم؟ اولین پول قلامه ای که دستم بیاد ازدواج میکنم. دیگه داره دیر میشه. الو بابا، ببین آدرسو بگو. بگو حفظ میکنم. میدم زیر پر. آره میشنسم. پلک 41. ببین بابا نزدیک شدیم زنگ میزنم بهت. قربونت برم من. خدافظ. چیه داره این به میخرمی؟ حالا چی کار کنیم؟ بهش بگیم که داغون میشه که. بابا استیو منش کن. اینه نگاه کن. نگاه. 60 70 حال نگاه کن 60 50 یعنی چی؟ قناریه رو میگم 60 تا 100 چچه هم میزنه، 40 تا 60 چیچیک میکنه، زیر 40 هم سایونته. چی؟ سایونت، منظور از سایونت یعنی سکوت مطلق. سایلنت آه همونی که تو میگی. خوشباله داود، خوشباله. این نیست همه بشه عشق سنته. باید از زیر پل برداری. باشه. از زیر پل. از زیر پل. با دیر گفتی دیگه. دندقه بگیر. دندقه چیه؟ فری با خانم تصادف میکنیم. با رانندگی. حال هم میکنین دیگه. به راننده نباید یه هایی گفت از این ور برو، از اون ور برو، چپ، بالا، پایین، راست. خطر تصادفه. بله. به بابایی میگی ماجرا مال قبلا بوده، اون موقع که زندون بودی. بگو. حالا اینجا دور بزن. بپیش سمت راست. باشه. داوود چپ و راست تو نمیشناسی؟ خب مگه این راست نی؟ آخر
این شبه. خب بس که آدم رو هول میکنیم. صد دفعه گفتم به راننده نباید هی بگیم برو چپ برو رانندگی یعنی سکونت مطلق. سایبن داود دنده عقب بگی داود با این رانندگیت. خیلی خب بابا بو قشنگ باش کتکش بزن. چی داری میگی؟ برو چیکار کنی؟ برو پایین، برو. ناله نکن، ناله نکن. برو. داداش ماشینتو مردم. ای نمی‌بینی جوش آورده. از کوچه پایینی برو. باش کتکش بزن. برو تو منم جوش نیاوردم. برو. نمی‌خوای کتکش بزنی؟ برو. آقا جوشم می‌خواد بیاره. چه سراحت اینجا؟ ای بابا بابا چرا خیابونا امروز اینجوری شده؟ خیابونا هیچ جوری نشده جناب علی، اگه از زیر پل رفته بودی الان سراب بود رسیده بودی. دقت کردی یک کله داری به دانش گلت قور میزنی؟ دقت کردی یک کار درست انجام نمیدی؟ بسه بسه دیگه بسه حوصله ندارم. این خیابونه چقدر آشناست؟ این خیابون پشتی همون هتل هست دیگه. مردشونشو ببرن. آه اسمشو نبر. تمام بدبختی همون از همینجا شروع شد. بایسته بایسته چی شده؟ چیزی یادت اومد؟ فکر کن فکر کن و بگو. فکر کن فکر کن آروم باش. فکر کن. نه نه هیچی. بابا بریم داود بابا منتظره. کجا برم تو این ترافیک؟ نه 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 بایسته بایسته من میگم حالا که تا اینجا اومدیم بریم هتل یه پرسجویی بکنیم. فکر خوبیه ها. بریم ازشون بپرسیم ببخشید ما چمدون مواد مخدرمون رو اینجا بی شما جاست. آفرین قهرمانم خیلی مهم بودم دیگه. من همین الان خیلی در موردش فکر کردم. یه حالتش اینه که تو عروسی برش داشتن، یه حالتش اینه که آفریدون برش داشته. گزینه سوم رو نباید فراموش کرد، راننده وانت. دو حالت تو گفتی، سه حالت من گفتم، شد پنج حالت. حالتهای خیلی بی شماره دیگه هم هست. من میگم حالا که سر از این خیابون در آوردیم بهتر بریم یه پرسجوی با بابا چیزی رو که از دست نمیدیم. بریم. من برای چیه خواهر گلم؟ بریم دیگه. خواهر گلم میگه بریم. بریم. فکر بهتری داری؟ خب نه، ولی اگه کیفو پیدا کرده باشن توشو دیده باشن بدبخت شدیم. ما شما هم موقعی که کار قبول کردیم بدبخت شدیم. خیلی خب، حالا وقت سرکوف زدنه. تقصیر این آقا بود یهو گفت بریم تو کارو سنگین. ایشون نداره یه چیزی میگه، تو چه قبول میکنی؟ به دست شما در نکنه، خیلی ممنون. حالا کاری که شده بهتره بریم تو تمومش کنیم. بفرمایید. بریم. آره من همین الان خیلی فکر کردم. ما دو راه بیشتر نداریم. یه ران که کیفو پیدا کردن و توشو ندیدن که خوب میدم بهم. یه ران که کیفو پیدا کردن و توشو دیدن که الان دست ماموراست. غیر این دو راه که راهی نیست. یه راه سوم هم هست. یه راه سوم یه مسئول همین که شاید هنوز کیفو پیدا نکرده باشن. آفرین. ببین وقتی فکر شده حرف میزنی چقدر ازت راضیم. اینم راه سوم. غیر این سه راه که راهی نیست. یکیش هم اینه که خب پیداش کردن، توشو دیدن، منتظر منن کی میاد دنبالش. آفرین. اینم راه پنجم. غیر این پنج راه که راهی نی. این چه شد چهار تا راه؟ آره مطمئنی؟ بله پنج تا بودا. بذار بشمارم. خیلی خوب خیلی خوب. بریم 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 بریم. واسی 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 اگه پرسیدین دیدین طرف اینجوری با خنده
میره سمت تلفن بدون این میخواد مامور خبر کنه. باید شستیر بزنیم به جد. آتی معمولی رفتار کنیم. خب انگار یه کیف بنفش معمولیه. خب اصلا قول نکنیم. مثلا تو یه غریبه میبینی زود دست و پاتو گم میکنی. خب اصلا حرف نزنی. بذاری من حرف بزنم. خب میتونیم بریم؟ بریم. فکر شده بریم. خوش اومدیم. روزتون بخیر. بفرمایید. خوش اومدیم. سلام. سلام. ممنونم. در خدمتم. ای بابا این چقدر تعارف بازی. ما خدمت از ماست. من به همکارانتونم گفتم بابا من داوودم. آقا داوود. بله. میگم هوا گرم کرده نه؟ بله البته هواشناسی اعلام کرده که در چند روز آینده هوا خیلی گرمتر خواهد شد. پس شما درد نکنه. با اجازه. خوش اومدید. بریم. چی رو بریم؟ بپرس ازش. من یه سوال دیگه هم داشتم خدمتتون. جانم بفرمایید. میخواستم ببینم که احیانا شما تو هتلتون یک به معرف پیدا نکردین. بله. تو هتلتون یک به معرف پیدا نکردین. ببخشید من متوجه منظورتون نمیشم. نه میگم بابا میگه تو هتلتون یه کیف بنفش پیدا نکردین. کیف بنفش؟ بله این دوستمون کیفش رو گم کرده، گفتیم شاید توی هتل شما جا گذاشته باشه. البته نه اینکه فکر کنیم من خودم کیف بنفش دست میگیرم و مال مادرمه، حواس پرته. بله البته اینجا که چیزی جا نمونده و چیزی هم نیاوردم برامون. اجازه بدین از مدیریت بپرسم. سوال کنی. دیدین؟ دیدی چجوری رفت؟ رفت مامور خبر کنه. ای چطور سب کن؟ اصلا برگرده ببینم چی میخواد بهمون بگه. میترسو هر وقتی تو من؟ نه بس من دو کلمه مثل آدم اینطوری حرف بزنی نه؟ جلوت بالا میاد؟ واقعا من ترسو هم؟ خیلی خیلی من میخواستم از ببینم یارو ریگی به کفشش نباشه. خواسته نباشه. داره میاد داره میاد. شما هیچی نگیم خب؟ مخصوصا تو خیلی تو یه بارو پول کردی. ببخشید من از مدیریت پرسیدم اما هیچ کیف بنفشی دستشون نیست. کار دیگه از اصلا برمیاد؟ نه خیلی ممنون متشکرم. عوض میخوام چیز قیمتی توش داشتین؟ من توش نه یه خورده خرت و پرت شخصی بود همین. تو اتاق جا گذاشتین؟ تو بلنگو. تو چی؟ تو اتاق. البته شما میتونین تشریف ببرین پایین از بچه‌های خدماتم بپرسین. البته خب چیزی جا میمونه اونا اینجا تحویل میدن به ما. ولی خب ضرری نداره برای شما. دست شما درد نکنه. از کدوم طرف؟ همین آسانسور طبقه پایین سمت راست. خیلی ممنون. زنده باشین. یه برو. خب حالا خوب فکرتو کردی؟ کار به این خوبی کجا میخوای پیدا کنی؟ خب این میگی کار خوب؟ صبح تا شب بار مردم رو جا میکنی آخر ما 1000 تومن بزنیم کف دستت. کار خوبیه؟ لاغر صبر میکردی یه کاری پیدا میکردی بعدن اینجا رو ول میکردی. تو نگران من نباش، واسه من کار ریخته. شما برید یه فکری واسه خودتون بکنید. راست میگه اینم شان هار من قدیم ندیم این انام درست هم میگرفتیم الان یه توریست هم گده شدن. توریست هم توریست های قدیم. خیلی فشم ادار کنن خارجی هستن. خارجی هم خارجی های همین دیگه. چون من نمیخواستم دستم پیش خارجی ها دراز کنم، میخوام برم یه کاری در شأن خودم پیدا کنم. ما رفتیم. خدا حافظ. سلام. 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 جانم امری داشتین؟ ما یه کیف تو این هتل گم کردیم، گفتیم شاید شما پیداش کرده باشین. مشخصات کیفتون چی بود؟ یه کیف بنفش انقدی در انقدر در انقدر. یه کیف بنفش؟ حالا چرا بنفش؟ حالا شما رنگشو بیخیال شو، پیدا کردین یا نه؟ نه ما کیفی پیدا نکردیم. پس واسه چی مشخصاتشو پرسیدین؟ همینجوری. همینجوری؟ چیز با ارزشی توش داشتیم؟ نه یکم خرت و پرت شخصی بود همین. شرمنده ما کیفی چیزی ندیدیم. ببخشید مزاحمتون شدیم. خب خداحافظ. خداحافظ. ببخشید فقط ساعت چنده؟ 6:30. خیلی ممنون. خداحافظ.
من که دیگه واقعا ذهنم به هیچ جا نمیرسه. باختیم ناصر جون، باختیم. ببین ما الان دو راه بیشتر نداریم. گرن که فرار کنی، گرن که انگشتای نازنینمون رو تبدیل سگ مهندس کنیم که بخوره و حال کنه. خب؟ غیر این دو راه که راهی نی، ها؟ چرا؟ یه راه سوم هم هست. بریم همه چی رو کراس به مهندس بگیم. ها؟ غیر این سه راه که راهی نی، ها؟ چرا؟ یه راه چهارم هست. نبو جان، میبری صدا تو؟ باشه. یه کارگر ساده هتل وای چقدر حقوق میگیره؟ حالا تو این هیروویری تو هم به حقوق کارگر چی کار داری؟ به تو چی میخوام بدونم؟ زیاد نیست که. فکر نکنم. با چطور مگه؟ پس چجوری ساعت 3 میلیون تومانی میبنده؟ عمو بیا. جانم آقا برای خرید ماشین چقدر میخوای هزینه کنی؟ 70-80 میلیون. اگه 110-115 بدی میتونم اینو باهات معامله کنم. بشینی توش عین اون هواپیما میمونه، پایین نمیای. تضمینه؟ تضمینه، تضمین. اون مشکیه چند؟ باری کلا خوش سلیقه‌ام که هستی. ما اینیم دیگه. اونم یه 50 خورده پاتاب میخوره. قشنگه ها. فول آپشنه، فول آپشنه، همه چیز داره. عین سوسمار میمونه، دور تا دور ماشین پر سنسوره، ایربگ، ای بی اس، جک برقی، همه چیز، هیچ چیز کم و کس نداره. چرا سیاس؟ خب رنگش سیاس دیگه. ببین من میخوام با این تا جاده ساوه برم و منو نذاره ها. خیالت راحت باشه، شمال، جنوب، ساوه، همه جا میره. دسته ماله چیه؟ ترمز دستیه این. ببین من میخوام باهاش با سرعت بالا برم و میخوام بکشم میخ کنه، میخ میکنه. ببین میخ میکنه، میخ میخ، عین چکش. شما پولا رو رو کن، باقیش با من. آقا بریم پس پای معامله. بریم پای معامله. چی گفتی از ساک خبر نداری؟ آقا یه پایین ببینم سلام تو شما نخواهد نکن، یه مسئله کاملا شخصی. شما؟ چی که داودم سایک میشه من همه جوانیم رو هم کنیم. غلط کردم، غلط زیادی کردم. مردی نبود فتاده را پاید زدن. شهرگام؟ آرنگام. میگم ساعت من کجاست؟ تو خونه ما، تو خونه هست به جون مادرم. خب ساعت رو از که بیاد، زود باش. زود باش دوزه بی خانواده. این ماشین میخری ها؟ ده عجب دور و زمونه این شده ها. آخه آدم به کی میتونه اطمینان کنه ناصر جان؟ بریم بریم. نه خواهر گلم. بله بله. آره آره همینجاست، همینجاست. آره آره همینجاست، همینجا که دختره داره بازی میکنه، همینجاست. چه خبره صاحب کن ببینم؟ فکر ناجور به سرت بزنه یه گوله حرومه بکنه. به جون بابام غلط بکنم فکر ناجور به سرم بزنه. خب زیاد افتزم پیاده شو. عشق کردی؟ یه گوله حرومت میکنه، عاشق این جمله. فرمونتی زود باش شاهی در خدمتون باشه. عرفتم برو ساکو برده بیار وگرنه یه گونه حرومت میکنم. بیاین تو، کسی نیست. خدمت شما. این چیه؟ این همون ساکیه که تو باند بود دیگه. ساکی بنفش بود. این
این که اصلا ساک نیست، کیفه. چقدر پول. بس جنسو کن. جنسی توش نبود، این تو فقط پول بود. چقدر؟ 200 میلیون تومان تقریبا. تو که جنس گذاشته بودی تو بلنگو؟ معامله رو تمومش کرده بودم. ها؟ آره قبل از اینکه پلیس برسه کیف پول دستم بود. من همین کیفو گذاشتم داخل بلنگو. حالا پول که از جنس بهتره که؟ چی چی پول از جنس بهتره؟ ما رو گاشتی سر کار؟ برای چی شما رو باید بزنم سر کار؟ مرد حساب اینجوری که نمیشه خواهر گلم. الان یه چیزی میگی، دو دقیقه دیگه میگی نه 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 عوضی شد، اشتباهی کردم، یادم اومد. تو مثل که یادت رفته که من ضربه خورده تو مغزم. نه بابا، من اینو ضربه ندیده ایم. ها؟ من تو فیلم ها دیدم ضربه میخوره به مغز یارو، حافظه شو از دست میده. دیگه شعر و ور که نمیگه. خب حالا ما چی کار کنیم؟ ای بابا چرا بحث بی خودی میکنی؟ مهم اینه که پولا اینجاست. چقدر ازش برداشتی؟ حالا نرسیدم خرجش کنم. 2,700,000 تومان ساعتر خریدم، بعد در مجموع 350 تومان هم ازش برداشتم. راستش بگو چقدر برداشتی؟ 380 تومان. میذارم لیت میکنم. 380 تومان. خیلی خوب. این پولای که این ورده شده در قبال این 20 میلیون پولی نیست. خدا جوانی کمت نکنه. چیه؟ حرف نزن بود قرارم. چرا؟ اگه قراره چیز به درد بخوری یادت بیاد، یادت بیاد. اگه قراره چیز به درد بخوری یادت نیاد، همون بهتر که هیچی یادت نیاد. دیگه داری میری رو اعصابم. آخه من چجوری به تو اطمینان کنم؟ ناصر جان، دوست خوب من. بریم. بریم. آبجی چیه؟ ساعت ما رو نمیخوای بدی؟ ساعت تو میخوای؟ خیر پیش به سلامت. چرا اینجوری نگاه میکنی منو؟ چجوری؟ از اون نگاهی من که بهت گفته بودم. من غلط بکنم مهندس؟ حرف نزن، من اون نگاه رو خوب میشناسم. زن من متخصص اینجور نگاه کردنه. خوشتون میاد آدم احساس گناه کنه؟ نه نه مهندس، شما دارین اشتباه. میگم حرف نزن، اشتباه کردم، اعتمادی بی خودی کردم، خودم هم تاوانشو میدم. دندم نرم، ولی هیچ کس حق نداره اونجوری من نگاه کنه. روشن شد؟ باز که داری اونجوری من نگاه میکنی؟ نه مهندس، نور افتاده تو چشام، اینجوری به نظر میاد. ناصر واسه من پیدا کن کریم. زیر سنگم باشه پیداش میکنم، خودم باش کار دارم، آتیشش میزنم. تو غلط میکنی، من زنده میخوامش کریم، میخوام باش کباب لقمه درست کنم. از دست من در میری؟ خیالت راحت باشه مهندس، از دست من نمیتونه در بره. فقط